سرخط خبرها، وزیر امور خارجه پاکستان تحریک طالبان پاکستانی در مرزهای افغانستان پناهگاه امن دارند. پایان ماموریت سفیر ایران در افغانستان. امارت اسلامی طالبان عملا پارچه پارچه شد و از هم فرو پاشید. مشروع خبرها، وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که بر اساس معلومات سازمان اطلاعاتی این کشور، TTP پناهگاه‌های امنی در مجاورت پاکستان پیدا کرده است و این کشور آن را تحمل نمی‌کند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تریبیون، بلاول‌بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه 25 قوس در مقر سازمان ملل متحد گفته است که حمله بر مکتب نظامی در پشاور باید این مورد را گوشزد کرده باشد که سازوکار مبارزه با تروریسم سازمان ملل در مقابله با تهدید تروریستی که در حال حاضر از افغانستان سرچشمه می‌گیرد باید مؤثر باشد. او می‌گوید که کشورش تروریسم فرامرزی را بر نمی‌تابد و حق اقدام مستقیم علیه آنها را برای حفاظت از خود دارد. زرداری خاطر نشان کرده است که کشورش شواهد محکم از حمایت مالی خارجی و پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و دیگر گروه‌های مخالف پاکستان دارد و آنها را با شورای امنیت سازمان ملل به اشتراک گذاشته است. وزیر امور خارجه پاکستان در این نشست گفته که کشورش انتظار داشته تا طالبان افغانستان بتوانند تحریک طالبان پاکستان را از انجام حملات تروریستی فرامرزی علیه پاکستان همان طوری که در توافقنامه دو حد تذکر رفته است باز دارند. با گفته زرداری به نظر می رسد که تلاش‌ها برای رسیدن به این هدف شکست خورده است. وزیر امور خارجه تاکید کرده است که کشورش و جهان باید پناهگاه‌های امن تروریست‌ها را از بین برده و منابع مالی افراد و نهادهای مسئول حملات تروریستی را هدف قرار دهند. این اظهارات در سازمان ملل به مناسبت 8th سالیاد حمله بر مکتب نظامی در پشاور پاکستان مطرح شده است. در آن حمله 132 کودک و 8 معلم و کارمند این مکتب کشته شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفت. پایان ماموریت سفیر ایران در افغانستان. امینیان بعد از 3 سال سفارت در افغانستان به کار خود پایان داد. با گزارش اسپوتنیک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از پایان ماموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر در کابل خبر داد. سفارت ایران در کابل در توییت نوشت ماموریت دکتر امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاتمه یافته و ایشان طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. تا کنون جایگزین وی مشخص نشده است. امینیان در حال ماموریت خود را به عنوان سفیر ایران به اتمام رساند که افغانستان طی 3 سال گذشته شاهد مهمترین تحولات تاریخ خود بوده است. فروپاشی دولت گذشته افغانستان، خروج آمریکا از افغانستان و قدرتگیری مجدد طالبان پس از 20 سال از جمله تحولات مهم دوران سفارت امینیان در کابل بوده است. امارت اسلامی طالبان عملا پارچه پارچه شد و از هم فروپاشید. 3000 جنگجو با 200 رنجر صفوف اردوی طالبان را ترک کردند. طالبان از درون در حال فروپاشی هستند. با گزارش اسپوتنیک در 24 قوس سال 1401 به تعداد 300 نفر جنگجوی طالب صفوف اردوی طالبان را ترک کردند. دلیل ترک کردن مقر نظامیان رفتار بد طالبان هلمندی با طالبان قندهاری بوده است. در نوارهای صوتی که به خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان ارسال شده است، این ارقام بسیار بیشتر است. فرماندهان قندهاری که در راه برگشت به قندهار از المان هستند میگویند که 200 ارادر انجر و تقریبا 3000 طالب قندهاری المان را ترک کردند. با گفته این طالبان، علت جدایی آنها از صفوف طالبان علاوه بر برخورد تحقیرآمیز فرماندهان المندیشان این بوده است که آنها معاش دریافت نمی‌کردند و آنها باید از بایمیدیگ نیز می‌گذشتند و اگر آنها از جمله زندانیان آزاد شده طالب نمی‌بودند، خل سلام می‌کردند و می‌گفتند شما طالب نیستید. در این مکالمه از کلمه اضافه تشکیل نام برده شده است. بر این معنا است که طالبان از عهده مدیریت و تأمین معاشات برای نده عاجز هستند. دیدار قندهار، تحولات درونی طالبان از چی قرار است؟ ادامه‌اش. آینده نامعلوم وزارت اطلاعات و فرهنگ. منابع همچنان میگویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت فشار فزاینده از سوی ریاست استخبارات و وزارت امرالبالمعروف نزد منکر طالبان
دو اداره نزدیک به ملا هیبت الله قرار دارد. گفته می شود که در عمل کنترل رسانه ها به این دو نهاد افراطی تر واگذار می شود و دست وزارت اطلاعات و فرهنگ از این ماموریتش عملا کوتاه می گردد. گفته می شود که قرار است این دو نهاد در این مورد مستقیما به ملا هیبت الله گزارش بدهند. قبلا شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی که درباره وضعیت رسانه‌های افغانستان در دوران طالبان نشر کرد مدعی شده بود که رقابت نرم میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر ادارات دولتی مخصوصا ریاست استخبارات طالبان بر روی کنترل رسانه‌ها در حال ظهور است. به نظر می‌رسد که این رقابت نرم حالا جدی‌تر شده است و به سپر عمومی درج می‌کند. همچنان منابع میگویند که مولوی خیرالدین خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز در حال بی‌صلاحیت شدن است. خیرخوا در زمان حکومت کرزی و به درخواست مستقیم او و وکالت موسسه‌ای که حکمت خلیل کرزی رهبری میکرد از گوانتانامو آزاد شد. حکمت خلیل کرزی همان زمان به الجزیره گفته بود که آقای خیرخوا چهره محترم در میان طالبان است و از سوی کسانی که او را میشناسند به عنوان چهره معتدل شناخته میشود. ما معتقد هستیم که او میتواند به ایجاد آدرس طالبان یعنی دفتر طالبان که در بعدن در قطر ایجاد شد که برای پروسه صلح ضروری است کمک کند. آینده نامعلوم امیرخان متقی. منابع همچنان میگویند که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال رفتن به حاشیه است. متقی پس از سقوط دولت سابق به رهبری طالبان وعده داده بود که جهان طالبان را در ظرف 6 ماه به رسمیت خواهد شناخت و او از عهده این مهم برمی آید. اما با توجه به تحلیل جهان در به رسمیت شناسی طالبان، او تحت فشار قرار گرفته و در حال رفتن به حاشیه است. در مورد جایگزینی او چیز هنوز گفته نشده است. در دیدار قندهار نیز سفیران توسط یونما انتقال داده می شود و هماهنگی بدون دخالت وزارت خارجه طالبان که معمولا چنین نشست‌هایی را تسهیل می کنند توسط یونما صورت گرفته است. به نظر می رسد که 3 تغییر: 1. جابجایی چهره های نزدیک به ملا هیبت الله. 2. حضور قویتر ادارات نزدیک به ملا هیبت الله. و 3. دخالت مستقیم او در اموری که به طور سنتی رهبر از آن اجتناب می کند نشان از تلاش رهبری طالبان برای تثبیت جایگاهش در رقابت میان جناح‌های طالبان برای کسب قدرت است. از رهبر طالبان به عنوان چهره افراطی یاد می شود و این تغییرات احتمالاً به زیغ شدن وضعیت نیز می انجامد. هفته گذشته سفرهای کشورهایی که در افغانستان حضور دیپلماتیک دارند در قندهار با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دیدار کردند. گفته شده است که این دیدار به درخواست رهبر طالبان صورت گرفته است. در گزارش فاریان پلیسی از آن به 1000 سفرا تعبیر شده است. در آن گزارش آمده است که در آجندای یونما دیدار 1.5 ساعته با شورای علمای طالبان در قندهار نیز درج شده است. با توجه به سابقه عزلت‌گزینی ملا هیبت الله در قندهار که بر روی سلفی و ملا عمر استوار است، این دیدار نشان دهنده تغییر در رویکرد رهبری طالبان است. اما در پشت این سنه شکنی چه چیزی قرار دارد و تحولات درونی طالبان از چه قرار است؟ تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.